حکم باقی رو همین آخوند معروف پسر خودش کش بفرمایید اسمشو. خب جنتی جنتی. بله منظور این که بغی هست، یعنی اسلام تحمل مخالف رو به هیچ وجه من الوجود نداشته. مثلا در قرآن فوش رکیک هست، همین تبت یدا فلان قبیله هم بنابراین هم فوش میده، هم برچسب میزنه، هم میکشه، سر میبره، فاشیستیه دیگه قرمت برن. یعنی این بعد فاشیستی سر جاش هست، یعنی مخالف نمیتونی باشی. چگونه است که فرض کنی که من امروز مسلمانم، فرض میخوام عقیدم عوض کرده، میدونه حکمش چیه؟ تمام کارتون. ببینید بنابراین این بسیار سفیهانه است و بسیار ظالمانه است. حالا ببینید چرا این کار رو کردن؟ به جهت این که این عربای مدینه اهل مکه که میمدن برای چیزی اینا رو هاستج میگرفتن با خنجر، اینا میگفتن که مسلمون میشی؟ میگو مسلمون میشم. بعد فرصت که بدم که فرار میکنم پیش قبیلش، گفتن آقا اینجوری باشه همه فرار میکنن، پس دستور صادر میکنیم که کسی که مسلمون شد دینش عوض کنه با سرش برید. ببینید چقدر دموکراتیکه. و خنده آور اینه که یه میگن اسلام دموکراتیک. آقای مشیری یکی از ویژگی ها یک ناقد در اسلام و در تشیع چه دستاورد مثبتی بوده؟ بدیهاش رو حتی خدمتتون عرض میکنم. ببینید عرض میشود که در قرآن شما نگاه کنید، قسم بندی آیات، آیات بسیار زیبا و انسانی هست اما تعدادش کمه، شاید 75-76 آیه هست که نقصی شما نمیتونید نه به محتواش بگیرید نه به بنیاد استدلالیش، بسیار انسانی و خوب. مسلمان ها بسیار آدم های خوبی هستن، فقیرن اما طبعشون بلنده، مادی نیستن. شما تشو برین هند و اندونزی اونجا ببینید چه انسان های شایسته هستن. مسلمان ها بسیار مهربان، سلام علیکم شما رو بغل میکنن، این برادرهود اسلامی خیلی زیباست. یک بهترین دستاوردی که بوده، اگر دستاوردی بوده، که با طبقات مخالف بوده، با طبقات مخالف بوده، این اعتبار رو باید بهش داد. یعنی اینکه مثلا در مملکت خود ما طبقه بندی بوده دیگه، میدونین 4 طبقه از روزگار زرتشت. حالا اسلام چرا به طبقات معتقد نه؟ نه اینکه از برکتش بوده، به جهت اینکه مردمان بیابانی رو که آزاد هستن و نه آدرسی دارن و نه جایی دارن و نه به اونا میشه زور گفت، نمیشود به طور طبقات گرده هم جمع کرد. بایستی شما از زاویه اخوت و برادری و مساوات در حقوق اینها رو جمع کنید. بنابراین این بسیار خوب بوده. سخن در باب یتیم داره زیباست، در باب همسایه صحبت داره زیباست، خیلی چیز خوب هم داره. اما امروز ما با اون لبه فاشیستی اسلام عزیز روبرو هستیم. توجه میکنید مهری داره، در دوستی سخنها داره، عرض میکنم در حقوق همسایه سخنها داره، در باب مثلا میگم مناسبات اجتماعی چیزای قشنگ داره، در باب عیادت بیمار چنین و چنان داره، اینا هست. اما تضاد بسیار داره، یعنی گروهی که کارشون راهزنی بوده بعد میگن دزدی نکنی، پر تضاد رفتاری است. یعنی این که دزدی هم خوبه هم بده، قتل هم خوبه هم بده. بنابراین یک کسی میتواند بهترین آدم باشه، مسلمان باشه، قاتل هم باشه، میگه کار اسلام کردم، آقا این آقا کافر، من رفتم کشتمش. چون میکردن شکنجه خوبه در اسلام، مواردش هست که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم شکنجه میفرمودن، چشم در میوردن و دست میبریدن و اینا. قدی باشیم سر این، یعنی چه که پیامبر اسلام شکنجه میکرده و شکنجه جنبه مثبتش تعذیر، اسمش گفتن تعذیر. ببینید حالا عرض میکنم که شکنجه هاش در چه مورد کرده. ما یه پدیده میخوام بشناسیم، باید تاریخش رو بشناسیم. یعنی که این لا تائلاتی آخون به منبر میگه و این صحبت ها ماسواری، نبینیم چگونه زندگی میکرده. ببینید اولین مورد شکنجهی که محمد کرده عرض میشود که در باب شوهر صفیه بوده، از قلعه خیبر که در آوردن، اونقدر این زیبا بود که ایشون عباشون رو انداختن روی این، ولی این شوهر داشت، نمیشد زن شوهر دار. آمدن گفتن این آقا گنج داره. گفتن گنجا کجاست؟ گفت که من گنجی ندارم. دستور داده است با مطابق نص واقعی و طبری و مدائنی و سایرین که زبیر این رو شکنجه کنه، بگه پولاش کجاست. حالا اینجا تضاد پیش میاد که شما که رسول الله هستی میگیم از همه چی خواب، جبریل به شما میگه پولای این کجاست. اونقدر اینو شکنجه کردن تا کشتن و زن ایشون رو تصاحب کردن. این موردش پیامبر اسلام تصاحب کرده. بله بله، یعنی طوری بوده، واضح بوده این کار و
حقیقتا عجیب غریب بوده که واقعی میگوید که شبی که خیمه زده از عدیم که با این زن بخوابه، بیدار شد دید یک عربی از دوستانش با شمشیر ایستاده اونجا. گفت چرا چیکار می‌کنی؟ من تحصیلم خوم خیشای زن بیام به شما صدمه بزنم. یعنی کار انقدر غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده ایشون کرده. یک مورد دیگر این است که 23 نفر، حالا بعضی دوستان میگن که کار بعد جزاش کار بده به اندازه خودش، خب میگوید که 23 نفر از یک قبیله آمدن مسلمان شدن، اما فضای مدینه آبش آلوده بود، هرچه بود اینا بیمار شدن. به پیغمبر گفته ما بیمار شدیم. گفت بروید پیش شتربان من ریاه، اونجا شیر شتر بدوشه، شتر اختصاصی رسول، و بخورین حال تخم میشه. اینا رفتن دیدن در بیابانی کسی حمله زدن، این شتربان رو کشتن و شترها رو بردن. خب 22 نفر هستن، فرستادی رو گرفتن آوردن، دستای اینا رو بریدن، چشمای اینا رو کندن به دستور رسول. 23 نفر رو در جزای یک نفر، اون جزای سیعتون که بعضی دوستان میگوین اینها سیعتون مثلها، اینجوری نبوده. به جزای کشتن یک تن 23 نفر رو میگه اول دست و پا بریدن، مولا علی میبریده معمولا، و چشمای اینا رو کندن و بر اون زمین گرم همی تپیدن تا بمردن زیر اون آفتاب داغ مدینه. بنابراین وقتی که مجلس این آقایان میگوید که شکنجه نباشد، آخوندهای نگهبان میگن شکنجه اسلامیست باید باشد، درست میگن آخوند، درست میگن. اسلام شکنجه درش بوده، خود رسول شکنجه میکرده. این است که رفتار او و سیرت او از مأخذ عمده اسلام است. یکی از نکاتی که ما در اسلام داریم و به حال حکم خدا هست، حتی اگر مسلمان باشید و انجام نداده باشید، بر به حال بازماندگان شما از که اون رو انجام بدهند، حکم در مورد نماز هست. بله. و چه در بین سنی ها، چه در بین شیعه ها، با تفاوت هایی که دارن. در نماز مسلمان ها چه میخواهند بکنند؟ آیا ما شبیه این سنت نماز رو یا حکم نماز رو در سایر ادیان هم به همین ترتیب داریم؟ این حرکاتی که در طی نماز انجام می شود، هر کدام از اینا چه معنی داره؟ ببینید نماز، اینم گرت برداری است باز از آیین زرتشت، این شیوهش رو شما بایستی در هر سال 1850 بار مقابل این خدا بنویسی این کارا رو انجام بدی. به هیچ کار زندگی دیگه نمیرسی در واقع. یعنی اسلام در واقع دین نیست، یه شغل فول تایمه. آقای فرزند، شما فکر کنید میخواید کارگر کارخونه صنعتی هستید، میخواید که مراسم رو انجام بدی، چه گونه میسره که صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، شب نماز، نمیدونم چی نماز؟ و بعد اگه از من میپرسید سوره فاتحه، ما خیال میکنیم فاتحه رو برای مورد فاتحه و فتح و مفتاح، اینا یه ریشه، یعنی اوپنینگ، یعنی ابتدا، باز کردن، یعنی کتاب با این باز میشه. فاتحه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، و اونجا که میگه اهدنا الصراط المستقیم، اینجاش خیلی خوبه. بعد خبث ذات رو و نفرت از دیگری رو اینجکت میکنه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی کسانی خدا بر اونها خشم گرفت، یعنی یهودیا، و زالین یعنی مسیحیا. یعنی هر مسلمانی هرگاه که این رو میگوید، معنیش این هست که کینه مسیحیان و یهودیان رو به دل بگیره، که ایشون نقشش این بوده که بالاخره با یهودیا دشمنی کنه، بکشه، کشت و بیرونم کرد. خود شکل این نماز من فکر می‌کنم با کرامت انسان مغایره، یعنی که شما به این وضع واقعا توهین‌آمیز هی زانو بزنید و اون اعمال انجام بدید، من فکر میکنم که هیچ انسان بزرگواری، فرض کنید که شما پادشاه جهان، چاپلوس هم گرد شما میگیرن، شما باورتون میشه که مثلا بزرگترین موجود یا چیز خود است، آیا حاضرین یه آدم اینقدر به حضور شما پاتون بیفته هر روز؟ امکان نداره. یک انسان بزرگوار حاضر نیست که کسی این کار رو بکنه در مقابلش، تا چه رسه به خدا. این رو برای خرد کردن غرور عرب، چون اعراب مردمان گردن فراز و بسیار دلاوری بودن، به خاطری که غرور اینها رو خراب بکنه و اینها رو تحقیر بکنه و اینها رو تسلیم بکند، این طرح رو ریخته. در نهج البلاغه علی چندین بار تکرار کرده است که این نماز برای شکستن غرور شخصه. آخه آقا، آدم میخواد با خدا نیاز و نیاز کنه، میسته، لباس مرتب میپوشه، میره در معبد میسته، ذکری میکنه، تا
تمرکزی میکنه. آقا این چه شیوه ایست از چیز؟ و یکی از روانشناسان دین میگوید که اینا که در مقابل خدا میستن و از این کارا میکنن، بعد شروع میکنن هر صفتی که اینها دارن به خدا بدن. تو کریمی، تو علیمی، تو چنینی، تو چنانی، تو صاحب قدرتی، من هیچی نیستم، یک بنده بدبخت ذره بیشتر نیستم. هست صفات عالی خودش رو از خودش سلب میکنه. اریک فروم، این سخن اریک فروم هست مبتنی بر سخن هگل، یه حرف از هگله در واقع، این توضیح داره. تو بزرگی، یعنی داره خودش تغییر میکنه، همه صفات خدا که ما نمیدیم داره چه صفاتی ها. حکیم ما فردوسی در ابتدای شاهنامه میگوید که از نام برتر است ها، از نام و نشان و جایگاه بالاتر است. معنی است که ما هر نامی بو بدهیم خطا کردیم، چون ما ماهیت خدا رو نمیدانیم که نامی بهش بزنیم. درسته؟ درسته. بنابراین همه اینها صفات انسانی است، علیم و قدیر و بصیر و خبیر و همین صفات انسانی. میگه همه صفات خودش رو میده به خدا، بعد هر چه زمان میگذره فقیرتر میشه، به لحاظ روانی آدم فقیری میشه، فکر میکنه شجاعت نداره، فکر میکنه که علم نداره، فکر میکنه که شرافت نداره، چون همه چیز داره به خدا، فقیر شده. حالا که فقیر شده در با این نماز کذا و کذا دیگه، حالا بیچاره شده، ایستاده میخواد یه چیزی اون خدا به این پس بده، میفته به گریه کردن. سر دیدین گریه میکنن سر نماز؟ میگن گریه هایی که میکنن ماری این است که یک ذره از شخصیتی که نداره دیگه این خدا بهش پس بده، ولی خدا که نمیده. در مقابل این شروع میکنه بیشتر خودشو تحقیر بکنه، کار به جای میرسه که خودشو به سگ و روباب و خرس و اینا شو میکنه تشبیه کردن. خدایا من سگ روسیه تو هستم، من نمیدونم گربه نمیدونم فلان علی ابن ابی طالب هستم، نمیدونم سگ حسین هستم. شروع میکنه از این حرفا زدن، به جهت اینکه دید که شخصیتی براش نمونده و در منتهای ضعف اخلاق و انحراف اخلاقه. اینو روانشناسان دین به ما گفتن. بنابراین خود شیوه این کارم یه چیزیه آقای فروزنده. بله ببینید، شما اصلا دین به در دین هیچ حقیقتی نیست، چون شما نگاه کن جغرافی دین رو معلوم میکنه. پس کن 10,000 دین در جهان هست، اگر حقیقتی هست یکی از اینا بیشتر راست نمیگن، پس بقیهش دروغه. درسته؟ مسیحی میگوید من بر حقم، مسیح خداست یا پسر خداست، اسلامی میگوید که محمد فرستاده اوست، ما راست میگیم، بودایی هم همینه میگه، شنتو هم همینه میگه، هندو هم همینه میگه. بنابراین یکی از ایرادهایی که ناقدان دین در گذشته گرفته این است که پس اینا همه اینا دروغ میگن جز یه نفرشون. البته این یه فرض استدلالی ها، اونم دروغه، یعنی که پایش بر عقل که نیست عزیزم، بر استدلال نیست، بر مشاهده و تجربه نیست. بنابراین به طور کل اینایی که سعی میکنن که رنگ علمی بدن به دفاع از دین کار بیهوده میکنن، چون اصلا کلیت دین دو دقیقه در مقابل استدلال پایداری نمیکنه، همش فرو میریزه. همین وجود خدا، مسئله عدالت، مسئله نبوت، همه اینا مغالطه است، همش مغالطه است. اصلا موضوع بدی در جهان رو چگونه تبیین میکنه یک نفر خداشناس؟ آیا سرچشمه بدی ها خدا هست یا خدا نیست؟ اگر نیست چرا نیست؟ اگر هست چگونه؟ کنفوسیوس حرف خیلی عمیق زده. کنفوسیوس ادیان چینی و هندی میدونید که وارد تشکیل خدا نشدن، هیچ کدوم سخن خدایی که ما میشناسیم نشدن، موضوعشون انسان بود. میگوین آقا چرا راجع به خدا صحبت نمیکنی؟ میگوین ما انقدر مشکل داریم که نمیرسیم به این بحث بپردازیم. یعنی چی؟ یعنی خدا چیزی به نام خدا نیست که مشکلات ما رو حل کنه، ما بایستی انسان ها به هم کمک بکنیم و مشکل اینا نگاه اونا بوده، توجه میکنید؟ بنابراین در این کره زمین که 4.5 میلیارد سال به دقت عمرشه، میلیارد ها سال گذشت و رفت هیچ خبری نبود. حیوانات و گیاهان اومدن، حیوانات اومدن، هیچ خبری نبود. آدم‌های اولی اومدن، هیچ خبری نبود. به من که یه زرمجون سرکله خدا پیدا شد. خدا رو هم بشر اختراع کرده، در واقع ساخته به جهت نادانی‌هاش. حالا من به قول معروف هرگز مدعی نیستم که خدا اون نیست یا خدا هست. اصلا این سخن مهمله. هر موقع صحبت از خدا می‌کنیم داریم مهمل می‌گیم آقای فرزند. چون یه چیزی رو داره می‌گیم که از حوزه تحقیق بیرونه. مابعد الطبیعه از حوزه تحقیق بیرونه. تا روزگار امانوئل کانت بحثی بود، ایشون اومد و به طور کلی در بحث رو بست و گفت آقا ما میخوام به شما این رو بگیم که این ذهن ما اصلا ساخته نشده ما بعد طبیعه رو درک کنه، ما توانایی درک ما بعد طبیعه نداریم. بنابراین بحث ما بعد طبیعه بحث مهملی است. چگونه میخوام خدا رو بشناسیم و در بابش صحبت کنیم؟ جز این که ما آدم از فرط ضعف تکیگاه، البته دید تنها موردی که وجودش مثبته، یک حس اطمینان به زندگی
و حس بیهودگی نکردن توجه میکنید، وگرنه اصولاً امروز به خصوص نزد راسیونالیست های انگلیس شما بحث ما بعد تا بگو اصلا به حرفتون گوش نمیکنن. آدم مثل آیر و راسل و اینها یا کسانی که در مکاتب اینا درس خوندن مثل ویتگنشتاین که اینا بزرگترین فیلسوفان هستن اصلا بحث ما بعد تا اینو بحث مهمل میدونن. سپاسگزارم آقای مشیری، باورتون نمیشه که وقت برنامه تمام شده. از حضورتون بسیار سپاسگزارم، به امید اینکه مجددا شما رو در این برنامه داشته باشیم.